بالاخره منم دستگیر شدم و دیگه مجبورم صورتمو توی ویدیوام به صورت شطرنجی در بیارم. سلام رفقا، میدونم حال دلتون عالی باشه و این یه شوخی بود. میخوام بهتون یاد بدم چجوری توی پریمیر صورتتون رو سانسور کنین و یکی از روش‌های سانسور کردن رو بهتون آموزش بدم. پس اگه دوست داری این افکت رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی به یه تدوینگر حرفه‌ای تبدیل بشی. پس حتما کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی و باعث میشی این ویدیو من به بقیه هم نشون داده بشه. خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم دیگه بزنیم. خب اول از همه ویدیومونو باید به تایملاینمون اضافه کنیم و از پنل افکتسمون افکت موزاییک رو باید سرچ کنیم. اگه این پنل هم نمیدیدین، از منوی ویندوز میتونیم به راحتی اونو فعالش کنیم. من اینجا موزاییک رو سرچ میکنم و زیر مجموعه استایلایز اونو به ویدیومون اضافه میکنیم. همونطور که می‌بینید الان کل صفحه‌مون رو به صورت شطرنجی در آورد و این افکت موزاییک رو روش اعمال کرد و ما چون می‌خوایم روی صورتمون فقط این افکت رو اعمال کنیم و از تکنیک ماسک کردن استفاده کنیم. برای این کار تو پنجره افکت کنترلز از این سه تا گزینه‌ای که داریم می‌تونیم استفاده کنیم: حالت بیضوی و دایره‌ای، حالت چهارگوش، مربع و مستطیل و این حالت آزاد که می‌تونیم هر جایی که خواستیم نقطه گذاری کنیم و یه قسمتی از ویدیومون رو انتخاب کنیم تا این مسکمون ایجاد بشه. و چون من برای صورتمون میخوام این حالت مسک رو ایجاد کنم، روی این دایره یا بیضویمون کلیک میکنم و اینجا میبینیم که لایه مسکمون رو ایجاد کرد و یه حالت دایره اینجا برای ما درست کرد. ماسک کردن ما توی ویدیوهای قبلی خیلی کار کردیم و برای اونایی که ندیدن میخوام به طور خلاصه اگه توضیح بدم، ماسک کردن همونطور که می‌بینین این افکت مورد نظرمون رو روی محدوده خاصی اعمال میکنه و به این تکنیک ما ماسک کردن میگیم. توی مرحله بعدی بعد نشانگرمون رو ببریم اونجایی که وارد ویدیو میشیم و میخوایم صورتمون رو شروع به ماسک کردن کنیم. من یکم میرم جلوتر و اینجا میبینیم که صورتمون وارد تصویرمون میشه و این لایه ماسکمون رو میبریم اینجا قرارش میدیم. میتونیم از این دایره هایی که هست و این نقطه هایی که هست یه مقداری کوچیک کنیم این لایه ماسکمون رو تا کامل روی صورتمون قرارش بدیم. من کوچیکترش کردم و میبرم این گوشه تصویرمون قرارش میدم و بعدش بعد روی این تایمر ماسک پسمون کلیک کنیم تا بتونیم کی فریم ایجاد کنیم و این لایه ماسکمون رو حرکت بدیم تا وقتی روی صندلی میشینیم و بعدش خود پریمیر یه امکانی داره که میتونه به صورت اتوماتیک صورتمون رو ترک کنه و دیگه این کی فریم ها رو خودش برامون ایجاد کنه. اینجا الان ما بعد فریم به فریم کی فریممون رو جابجا کنیم و ایجاد کنیم و این لایه ماسکمون رو روی صورتمون حرکت بدیم. میتونیم با استفاده از این گزینه ترک سلکت ماسک فوروارد کلیک کنیم یا اینکه با دکمه های راست و چپ کیبوردمون میتونیم فریم به فریم جلو و عقب بریم. حالا بعد با کلید سمت راست کیبوردمون جلو بریم و فریم به فریم این لایه ماسکمون رو ایجاد کنیم. برای اینکه بهتر متوجه شیم، من اینجا روی ترک سلکت ماسکمون یک کلیک میکنم تا یه فریم جلوتر بره تصویرمون، یا اینکه میتونم روی قسمت تایملاینمون یک کلیک کنم و با کلید سمت راست اینا رو فریم به فریم جلو ببرم تا وقتی صورتمون از این ناحیه ماسک خارج بشه. حالا میبینیم که یه مقداری اینجا از ناحیه ماسکمون خارج شد و میتونیم روی این ناحیه ماسکمون کلیک کنیم. یه نکته ای که باید دقت کنیم بهش، اگه بخوایم ناحیه ماسکمون رو جابجا کنیم حتما بعد روش کلیک کنیم تا این دایره آبی شکل کنارش بیاد و میتونیم الان به راحتی اونو جابجاش کنیم. من یه مقداری اونو جلوتر بردم و اگه خواستیم میتونیم با یه فاصله ای از این نقطه هم قرار بگیریم. حالا یه مقداری این ناحیه ماسکمون رو بپیچونیم تا به بهترین شکل ممکن صورتمون رو ماسک کنیم یا شطرنجی کنیم. مجدد من اینجا یه کلیکی میکنم و با کلید سمت راست فریم به فریم جلو میرم و این حرکت رو تا وقتی روی صندلی میشینم انجام میدم و سرعت ویدیو رو هم یکم تندتر میکنم تا وقت شما گرفته نشه.
خب تا اینجا من کار کیفریمینگ رو انجام دادم و دیگه اینجا کامل روی صندلی نشستم و اگر روی این FX بزنم تا موقتا این افکتمون غیر فعال بشه، میبینیم اینجا کاملا صورتمون مشخص شده و مجدد من روی این FX میزنم و اینجا یه امکانی خود پریمیر داره تا این کار تراکینگ صورتمون رو به صورت حرفه‌ای خودش انجام بده و یه گزینه اینجا داریم به اسم Track Selection Mask Forward و اگه من روی این بزنم به صورت اوتوماتیک تا آخر ویدیومون کار تراک صورتمون رو خود به پریمیر انجام میده. من روش میزنم و یه مقداری زمان میبره تا این کار تراکینگ رو تا آخر ویدیو برامون انجام بده و این کی فریم ها رو تا آخر ویدیو خودش برامون اعمال کنه. خب من اینجا روی استوب میزنم چون تا اینجای کارو میخواستم سانسور انجام بدم و این کی فریم ها رو میبینیم به صورت اوتوماتیک خود پریمیر اینجا برای ما ایجاد کرد و بر اساس سرعت کامپیوترتون این کار تراکینگ ممکنه یه مقداری زمان بر باشه و میتونین خودتون مجدد فیلمتون رو ببینین و هر جایی کار تراکینگ و خود پریمیر حالا اگه خطایی داشت به صورت دستی اونو درستش کنیم. بریم یه بار ویدیومونو از اول با هم دیگه ببینیم به چه صورتی در اومد. بالاخره منم دستگیر شدم و دیگه مجبورم صورتمو توی ویدیوام به صورت شطرنجی در بیارم. سلام رفقا، امیدوارم بسیار عالی و من میرم روی آخرین کی فریمم و اینجا وقتی که دستمو زدم میخوام این عادت ماسکمون از صفمون خارج بشه. یکم من اینجا رو زوم میکنم تا کی فریمامون قشنگتر معلوم بشه و میرم عقب تا جایی که دستم با این لایه ماسکمون برخورد کنه. روی این کی فریممون عالی هستش. یکم دیگه من زوم میکنم و میتونم کی فریمای بعدی و حالا من دیلیت کنم و از اینجا مجدد یه فریم جلوتر میرم و میتونم یه مقدار این لایه ماسکمون رو جا به جاش کنم و مجدد یه فریم جلوتر میرم جا به جا میکنم یکم جلوتر. بسیار عالی، مجدد یه فریم جلوتر و اینجا میتونیم سرعت کارمون رو یه مقداری بیشتر کنیم و یه فریم جلوتر مجدد یکم من جلوتر میرم و میتونیم اینجا مثلا چند فریم جلوتر بریم و این لایه ماسکمون رو کلن از صفمون خارج کنیم. ببینیم کارمون به چه صورتی در اومد. بالاخره منم دستگیر شدم و دیگه مجبورم صورتم رو توی ویدیوام به صورت شطرنجی در بیارم. سلام رفقا و بسیار عالی، حالا میتونین سرعتش رو یکم کم و زیاد کنین و اینجا افکت مورد نظرتون رو اعمال کنین. من یکم میرم عقبتر تا یه نکته دیگه هم بهتون توضیح بدم. اینجا اگه لایه ماسکمون رو آن سلکت کنم، مثلا اینجا یه کلیکی میکنم و آن سلکت میشه. اینجا اگه دقت کنین دور لایه ماسکمون یه حالت خیلی تیز و سختی داره. حالا من یه مقداری اینجا زوم میکنم تا شما بهتر بتونیم ببینیم. یه ذره جا به جا میکنم ویدیومونو و حالا اگه این فدرمونو زیادتر کنیم این دور کارمون یه حالت محوی پیدا میکنه و همونطور که میبینم دور کارمون یه حالت محوی پیدا کرد و خیلی خیلی قشنگتر شد و ممکنه یه مقداری از صورتمون به خاطر اینکه این فدرمونو اعمال کردیم پیدا بشه و میتونیم از این ماکس اکسپنشن یا گسترش ماسکمون استفاده کنیم و وقتی من اینو زیاد میکنم کلن دور ماسک ما رو به یه نسبت خیلی خوبی خودش بزرگ میکنه و حالا اینجوری خیلی بهتر شد. من اینو مجدد روی فیت قرار میدم و در آخرم برای اینکه کارمون خیلی قشنگتر و تمیزتر بشه این گزینه هاریزنتال و ورتیکال رو روی 50 قرار میدم. وقتی این کار رو انجام میدیم این حالت شطرنجی رو برای ما یه مقداری کوچیک‌تر میکنه. حالا بر اساس پروژه‌ای که داریم میتونیم این مقدار رو یه مقداری کم و زیاد کنیم تا به بهترین شکل ممکن صورتتون رو شطرنجی کنه. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدین یه تکنیک حرفه‌ای دیگه میخوام بهتون یاد بدم که برای صدای ویدیومون هست از پنل
افکتمون افکت پیچ شیفتر رو سرچ میکنیم. همونطور که میبینید افکت رو برامون پیدا کرد و اونو روی فایل صدامون با یه درگ قرار میدیم. توی پنجره افکت کنترلمون الان این پیچ شیفتر رو آورد و من روی ادیت کافیه کلیک کنم و از این پنجره‌ای که باز میشه روی این دوتا گزینه اول میتونیم یه مقداری تغییرات اعمال کنیم تا صدامونم تغییر کنه. مثلا من این سنس رو میارم روی منفی 50 و این مورد اولمونم مثلا به همون مقدار کم میکنم میارم روی منفی 5 قرارش میدم و این پنجرهمون رو میبندم و با استفاده از کلید تیلدا این پنجره پروگراممون رو بزرگ میکنم و بریم ویدیومون رو ببینیم به چه شکلی در اومد. بالاخره منم دستگیر شدم و دیگه مجبورم صورتمو توی ویدیوام به صورت شطرنجی در بیارم. سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و این یه شوخی بود. همونطور که دیدین این افکت بسیار ساده بود و اصلا مورد پیچیده‌ای نداشت و از این به بعد هر جایی از ویدیو تو که خواستی دیگه کسی نبینه میتونی به راحتی سانسور کنی. اگه به پریمیر علاقه داری من لینک پلیلیست پریمیر حرفه‌ای رو این بالا برات قرار میدم و میتونی بری ویدیوهای دیگه من مشاهده کنی. حتما کانال منم سابسکرایب کن و زنگولرم بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به پریمیرم علاقه داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمونه دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.